دلیل و جزئیات مرگ 4 هنرمند خوب افغانستان: احمد ظاهر، یوسف قاسمی، نصرت پارسا و فهیم رحیمی. سلام و درود خدمت شما دوستان نهایت عزیز، با یکی دیگر از ویدیوهای کانال ما خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید و همچنان برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کنید. در این ویدیو بیوگرافی و دلایل مرگ 4 هنرمند خوب و همیشه جاودان کشور را به شما عزیزان خواهیم گفت که این 4 هنرمند عزیز ما در بسیار جوانی جانهای خود را از دست دادند، اما آهنگ ها و سرود های آنها تا هنوز میان مردم جایگاه خاص خود را دارد. احمد ظاهر، هنرمند خوب کشور، در 24 جوزای سال 1325 هجری خورشیدی در کابل متولد شد. پدرش عبدالظاهر نام داشت که زمان صدر اعظم کشور و زمان هم رئیس ولسی جرگه بود. احمد ظاهر هنرمندی بود با استعداد، خوش ذوق و پرکار. او هیچگاه در موسیقی رسما شاگرد کسی نشد، بلکه ذوق سرشار و استعداد بی‌نظیر او رهنمایش بود. او 13 ساله بود که انگشتانش با پرده‌های آرمونی آشنا گشت. بعد به آموختن فلوت و آکوردیون پرداخت و انوز شاگرد لیسه حبیبیه بود که به لقب بلبل حبیبیه مشهور شد. احمد ظاهر پس از فراغت از صنف 12 در دارالمعلمین کابل دروسش را به پایان رسانید و مدتی در رشته تعلیم و تربیت در کشور هندوستان تحصیل کرد و پس از ختم تحصیل در روزنامه کابل تایمز و زمانی هم در ریاست افغان فیلم به کار پرداخت. او در سال 1351 لقب بهترین آوازخوان سال را کمایی نمود. احمد ظاهر 3 بار ازدواج نمود که ثمره این ازدواج ها پسر به نام احمد رشاد از همسر اولش و دختری از همسر سیومش که آرزو داشت اسم دختر شبنم باشد، که شبنم پس از مرگ پدر به دنیا آمد و چشمان پر انتظار احمد ظاهر را ندید. احمد ظاهر به تاریخ 24 جوزای سال 1358 به شهادت رسید. او در دوران حکومت حفیظالله امین در یک سنه‌سازی تصادف به قتل رسید، اما گفته می شود در یک اثر تاریخی که جرم احمد ظاهر این بود که با تصفیه های خونین حفیظالله امین مخالفت کرده بود. اما روایت دیگری وجود دارد که او پس از رهایی از زندان در عروسی دختر حفیظالله امین بنابر اصرار دخترش شرکت کرد و آواز خواند و بسیاری به این عقیده اند که این واقعه باعث شد تا حفیظالله امین به فکر قتل وی گردد و از همین رو قتل احمد ظاهر در سالنگ صورت گرفت. پیکر او ابتدا در مسجد حاجی مجید در سردخانه نگهداری شد و سپس در گلستان شهدای صالحین به خاک سپرده شد. پس از سقوط حکومت حفیظالله امین، آهنگهای او که در تلویزیون ها ممنوع شده بود دوباره نشر شد، اما دریغ که خود او دیگر زنده نیست تا آهنگ جدید بخواند. مرحوم الحاج یوسف قاسمی، فرزند محمد رسول، یک هنرمند پر آوازه کشور، در سال 1346 هجری خورشیدی در یک خانواده هنرپرور در دیار حضرت مولانای بزرگ در سرزمین بلخ باستان در کارت باختر شهر باستانی مزار شریف دیده به جهان گشود. او بعد از سپری نمودن تعلیمات ابتدایی و عالی در سال 1370 موسیقی را نزد استاد موسی خان قاسمی که از پرچمداران موسیقی افغانستان بود فرا گرفت. مرحوم یوسف قاسمی در سرایش غزل، موسیقی کلاسیک و غیره بخشها ریاضت کشیده بود. او در سالهای 1375 و 1376 با تازه ترین آهنگهایش در قلب مردم جا باز کرد و موج شهرتش از مرزهای افغانستان گذشت.
مرحوم یوسف قاسمی در سرایش غزل، موسیقی کلاسیک و غیره بخش‌ها ریاضت کشیده بود. او در سال‌های 1375 و 1376 با تازه‌ترین آهنگ‌هایش در قلب مردم جا باز کرد و موج شهرتش از مرزهای افغانستان گذشت. او در سرودهای خود از شعرهای حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی، حافظ شیرازی، بیدل و غلام نبی اشقری استفاده می کرد. مرحوم یوسف قاسمی در نوازندگی با آلات پرده‌ای، ضرب و آلات تاری کامل آشنایی داشت. محترم یوسف قاسمی در آدینه روز 27 ماه ثور سال 1381 در اثر حادثه ترافیکی در بزرگراه ایرتان مزار شریف در حال بازگشت از یک کنسرت از ولایت کنداز همراه با 4 تن از عضو فامیلش علیم باختری، قنداغا باختری، یعقوب قاسمی و عثمان قاسمی که 5 تن از ستاره های بلخ باستان از سوی شاعران لقب گرفته اند جهان فانی را لبی گفتند و بر رحمت عقل پیوستند. نصرت پارسا یکی از آوازخوانان و آهنگسازان مشهور افغانستان بود که به تاریخ 22 فوریه سال 1968 در کابل به دنیا آمد. پارسا از همان دوران کودکی شروع به آموختن ابتدای موسیقی کلاسیک و آوازخوانی از استاد سراهنگ کرد. به سبب ناامنی ها در افغانستان، نصرت و خانواده اش ناچار از ترک وطن به مقصد هندوستان شدند. وی در هند نیز به آموختن آلات موسیقی طبله و آرمونیا ادامه داد. او سرانجام به آلمان مهاجرت کرد و در آنجا به ارائه آلبوم هایش و آهنگسازی برای سایر هنرمندان پرداخت. نصرت پارسا در اژدی جوزا در سال 1384 خورشیدی و یا 8 می سال 2005 در وانکاور کانادا که به قصد تبلیغ و کنسرت آخرین آلبومش به نام دل به آن شهر سفر کرده بود، در کنسرت خودش در سالن کوین الیزابت به مناسبت روز مادر برگزار شده بود، در نزدیکی هتل محل اقامتش مورد ضرب و شتم سه مرد قرار گرفت و از زینه ها به پایین پرتاب شد و در اثر آن جان به حق سپرد. نجیب برادر آقای پارسا در آن زمان به بی بی سی گفته بود که در طول کنسرت عده‌ای پیوسته از این خواننده درخواست آهنگ‌های شاد می‌کردند و اما آقای پارسا در جواب به این درخواست‌ها می‌گوید این کنسرت به دلیل روز مادر است و آهنگ‌های آرام‌تر را همه خواهان است و به گفته پلیس پس از کنسرت عده‌ای به آقای پارسا حمله کردند و او را به قتل رساندند و بعد از اینکه او از زینه ها به پایان می‌افتد جراحت مغزی بر می‌دارد و در نهایت در شفاخانه جان خود را از دست می‌دهد. پارسا که با لبان شاد رفته بود در سفری تا برای مادران غم دیده به سر آید و به دلهای تشنه آرامش بخشد، بی‌خبر از آن بود که این کنسرت به مناسبت روز مادر، مادر خودش را در سوگ جیگر گوشش می نشاند. جسد نصرت پارسا به آلمان برگردانده شد و در شهر ماینتس به خاک سپرده شد. فهیم رحیمی یکی از آوازخوانان جوان افغان بود که در سال 1364 در کابل به دنیا آمد و به علت جنگ ها و نارامی ها در کشور با خانواده اش به پاکستان مهاجرت کرد. او بعد از مدت به افغانستان همراه با همسر و فرزندانش بازگشت و در کابل به ادامه فعالیت های موسیقی خود ادامه داد. نخستین آهنگ وی آهنگ ارکی رخسار تو بیند به گلستان نرود که او را به شهرت رساند و بعد از آن پارچه های دیگری نیز اجرا کرد که مورد پسند بسیاری واقع شد. مرحوم فهیم رحیمی متأهل بود و سالها پیش ازدواج نموده بود و صاحب 5 فرزند، 4 پسر و 1 دختر بود. فهیم رحیمی در تاریخ 19 اسد سال 1399 هجری خورشیدی در روز یکشنبه در کابل جان باخت.
تعمیم خواهرزاده وی در مورد مرگ فهیم رحیمی گفته بود که او را به چندین شفاخانه بردیم و دکتران گفت که گرده ها و شش های وی از فعالیت مانده است، اما دیگر از بستگان وی به این باورند که او مریضی خاصی نداشت و یک شب قبل از وفاتش برنامه داشت و چطور ممکن است یک شخص مریض برنامه بگیرد. آنها میگویند دلیل مرگ وی زهر است که کسی برایش داده است تا او را از بین ببرد. فهیم رحیمی در عمر 35 سالگی جهان فانی را ودا گفت. از خداوند متعال برای این چار هنرمند عزیز ما بهشت برین خواهانم. دوستان نهایت عزیز، این بود معلوماتی که ما در مورد این هنرمندان خوب ما داشتیم. اگر معلومات بیشتری داره در بخش کامنت با ما شریک سازید. و یک تشکر خاص از زوید دوستانی که تا آخر ویدیو با ما بودند. تا ویدیو بعدی شما را به خدا یکتا می سپارم. شب و روز خوب داشته باشید.